سلام عزیزان و روزتون پر از انرژی. درس امروزمون در ویدیو 11 هم در مورد معرفی کردن خودمون هست. این آخرین ویدیو در مورد این موضوع هستش و همونجور که میدونید مبحث زیش فورشتلن یا خود را معرفی کردن در امتحان آ1 حتما میاد و یک موضوعیه که همیشه نیاز داریم. و در این درس در مورد شغلمون و در مورد علایق و سرگرمی هامون صحبت میکنیم. من جملات رو براتون میخونم و معنیش رو براتون میگم و شما کافیه که ویدیو شماره 9، شماره 10 و شماره 11 رو مرور کنید و برای خودتون از توی این جملات یه سری جملات در مورد خودتون بنویسید و حفظ کنید و همین چند تا جمله کافیه که شما نمره کامل در مندلیش آ1 بخش 1 رو بگیرید و یا هر زمان دیگه ای مثلا برای کار و یا معرفی و یا یک قرار ملاقاتی دارید میتونید این جملات رو استفاده کنید. خب جمله اول: Ich arbeite als Lehrerin. من به عنوان معلم کار میکنم. این ترجمه تحت لفظیشه به این صورت شغل رو بیان میکنن، ولی منظور اینه که من معلم هستم. Ich arbeite als Lehrerin. من معلم هستم. Die Lehrerin. Der Lehrer. معلم. اگر خانم هستید میگید ich arbeite als Lehrerin، یعنی مؤنث استفاده میکنیم. اگر آقا هستید میگید ich arbeite als Lehrer، من معلم هستم. mein من شوهر من. mein من شوهر من. mein من ایست تیشله فون بروف. شوهر من نجاره. ماین من ایست تیشله فون بروف. شوهر من نجاره. ایست 40 یار آلت. او 40 سال است. ایست 40 یار آلت. او 40 سال است. Meine Hobbys sind lesen und sport. سرگرمی های من خواندن و ورزش هستند. Meine Hobbys sind lesen und sport. سرگرمی های من خواندن و ورزش هستند. meine hobbies سرگرمی های من. meine hobbies سرگرمی های من. das lesen خواندن. das lesen خواندن. یک نکته گرامری اینجا بگم بهتون که تمام افعال در آلمانی وقتی به صورت اسم گفته میشه آرتیکلشون دست هستش. دی شپات ورزش. دی شپات ورزش. ایش ترف اوخ گرنه مین گرنه فرویده اوند هوره گرنه موزیک. من همچنین دوستانم رو ملاقات میکنم و موزیک گوش میدم. اینجا من دوتا رو پشت سر هم آوردم که یه مقدار به گوش امتحان گیرنده زیباتر بیاد و متوجه بشه که شما بیشتر وارد هستید به صحبت کردن، چون اگه همه جملات رو بخوایم همش تک تک بگیم زیاد زیبا نیست. با اوند میتونیم دو تا جمله رو به هم وصل کنیم. ich treffe auch gerne Freunde und höre gern Musik. من همچنین دوستانم رو ملاقات می کنم و موزیک گوش میدم. Ich treffe.
من ملاقات می کنم. Auch همچنین. Auch همچنین. Das treffen ملاقات کردن. Das treffen ملاقات کردن. Gerne با کمال میل. Gerne با کمال میل. Hören گوش دادن. Hören گوش دادن. توجه کنید اینجا به تلفظ اویی که دوتا نقطه بالاشه میگیم hören hören hören. لبها جمع میشه گوش دادن. این هم یکی از حروفی هستش که اکثرا ما ایرانی ها یک مقدار برامون سخته. ich höre من گوش میدم. ich höre من گوش میدم. دی موزیک موزیک. دی موزیک موزیک. دوستان عزیز امیدوارم که این جملات رو ازشون استفاده بکنید برای خودتون. ویدیو شماره 9, 10 و 11 رو مجدد تکرار بکنید و از این جملات یک جمله یک متنی برای خودتون آماده بکنید و هر وقتی که لازم شد در مورد خودتون صحبت کنید میتونید اینها رو ازش استفاده کنید. در کامنت ها میتونید برام تو یوتیوب نظراتتون رو بنویسید. همچنین اگر سوالی دارین و یا اگر مطلبی مورد نظرتون هست که من در موردش ویدیو درست بکنم حتما برام کامنت بذارید و من در اون مورد براتون ویدیو درست میکنم. و میتونید جملاتتون رو بنویسید در کامنت برای من و من اونها رو تصحیح میکنم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید و تا بعد. خدا